تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا، انشاءالله قبول باشه. به کربلا خوش اومدید. سلامت باشین، زنده باشین. بفرمایید، زائر باشید. باشه بچشم، از هم اول ترش تولدی و بی زینب کبرا فداشم به تمام شیعه جهان و آقا امیر المومنین و آقای امام حسین ابوالفضل عباس، به شما همکاران آقای امام حسین تبریک میگم. خدا برقی بی زینب همیشه خوش داشته باشه جمله آل اسلام، شیعه امیر المومنین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک یا امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها، السلام علیکم یا جمیعا و رحمت الله برکاته، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، و الارواح التي على دفنائک علیکم منی جمیع سلام الله ابدا ما بقیت و بقی لیل و نهار و لا جلا و آخر عدین من زیارتکم. السلام علی الحسین، علی علی ابن الحسین، علی اولاد الحسین، علی اصحاب الحسین، علی زینب الحسین. السلام علیک یا قمر مای بنی هاشم، السلام علیک یا ابوالفضل عباس، یا سقای تشنگان کربلا، السلام علیکم یا بی زینب جان. خدا ثواب زیارت نامه را بر وای اموات مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بر وای اموات مام پدر مادرم شوهرم برادرانم جمله الاسلام، اموات شما درستانه. خدای جمله جوانان را به فنا و عصمت خود نگاه کنید، شرمنده و خجالت و ریسیای مادر را نکنید، منم نکنید. خدایا اکه آقای امام زمان، پرج آقای امام زمان، ما را زورش سلامتش نزدیک بسازید. یارب کربلای حسین نصیب ما بگردانی، شفاعت دنیا و آخرت ما را کنیم. اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. خدا برق صاحب زمان جمله بیماران را شفای بختر بدی، من هم بتی و خدا بقی ما مستنی طلب ما کن. اللهم عجل ولی کلفرج، اللهم عجل لولی کلفرج. قبول باشه زیارتتون خواهرم. حاجی آقا التماس دعا، زیارت آقا رفت التماس دعا، از زمانم به پیش آقای ما مستنی کنی. سلام علیکم. انشاءالله داغو و نائب زیاره هستیم، هرچه زودتر مشرف بشید همراه با خانواده. ممنونیم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. خیلی دعای زیبایی است، دعایی است که چندین بار شاید عرض کرده باشم به خدمت شما بزرگواران. لحظه ایه که واقعا انسان دستش از همه جا کوتاهه، دسترسی به هیچ جا نداره. اگر آقا سید و شهدا در اون لحظات به فریاد انسان برسه، از همون لحظه خودش رو در بهشت برین ببینه انشاءالله، شامل رحمت خدای تبارک و تعالی و لطف و کرم آقا سید و شهدا و اهل بیتشون قرار بگیریم و اون لحظات فریاد رسمون آقا امام حسین و پدر بزرگوارشون آقا امیرالمومنین. تماس بعد رو دریافت کنم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. حسن باشین، ممنون، متشکر. خواهر بزرگوارم به کربلا خوش اومدید. بفرمایید. خیلی ممنون. زیارتتون درد نکنه. با اجازه. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع به عدد علمک. السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله،
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي همت بفنائك علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی لیل و النهار ولا جعله الله خیر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین ولا زینب الحسین علیه السلام ولا ابو الفضل الحسین علیه السلام السلام علیک یا صاحب الزمان اللهم اجل ولیک الفرج اللهم اجل ولیک الفرج اللهم اجل ولیک اللهم عجل ولیک الفرج. قبول باشه زیارتتون ان شاء الله. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم خواهر بزرگوارم حاجت روا باشید. ممنونیم از تماستون و دعاهای خیرتون. دستتون یا الله. خواهش میکنم. یا علی مدد. خدا نگهدارشون. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم جماعه. به کربلا خوش اومدید خواهر بزرگوارم. خیلی ممنون لطفتر یا جاقا. التماس دعا دارم انشاءالله که میشه موفق و میم باشیم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا فاطمه زهرا یا بنت محمد یا رسول الله یا ابا عبدالله. السلام علیکم جميعا و رحمت الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أبو الفضل عباس يا أمير المؤمنين. السلام عليكم يا قمر بن ياشيم. السلام عليكم أختك الحوراء زينب. السلام عليكم عزيزة الحسين نقية. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا إمام الزمان يا مهدي زهراء غربة نترم. خدايا زوري مهدي مر برسن زوري مولاي مر برسن. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. و درم جاقا. خیلی ممنون. تشکر از برنامه خوب شما. یا علی مدد. خدا نگهدار. قبول باشه زیارتتون یا علی مدد. خیلی ممنون لطف داری. تشکر. خدا نگهدار شما. مواقعی که انسان وارد شهر مقدس کربلا میشه، اون چه رو که قبلا شنیده یا در تصاویر دیده براش تداعی خیلی از خاطره‌ها رو میکنه. ای من در فلان مجلس نشسته بودم، حاج فلان و فلان و فلان بودند، خطیب راجع به باب و شهدا و ابتدای بین الحرمین صحبت‌هایی میکرد. الان دارم میبینم یادشون بخیر، اونهایی که فوت کردن و اونهایی که الان هستن، انشاءالله نصیب و قسمتشون. این یکی از مواردیه که فرد وقتی وارد کربلا میشه، وارد حرمها میشه، یاد عزیزانش میفته، به یاد گذشتگان میفته، به یاد اون افرادی که با هم سر سفره‌ای بودن، با هم سفری کردن، با هم در مجلسی نشسته بودن. اگر همت بکنید انشاءالله توفیق زیارت پیدا میکنید. خدا رو شکر الان راه باز شده. بله یه مقدار سخت هست، ولی اگر که همت بشه، ما زائرینی که تشریف میارن شبکه مشرف شدن کربلای معلا و لطف میکنن به خدمتگزاران آقای امام حسین علیه السلام سر میزنن، میپرسیم که چی شد که الحمدلله توفیق پیدا کردی؟ قسم میخوره، گریه میکنه، اصلا در مخیله من نمیگنجید، نه پولی کنار گذاشته داشتم و نه
به خودم میدیدم که بتونم تأمین بکنم و بیام، ولی وقتی که یک نفر به من گفت، فلان حاجی به من گفتش که آقا ما داریم میریم کربلا، هنوز دو نفر جا داریم، میخوای تو و خانومتو بیاین؟ عرض کردم بله، اما گفت دیگه اما نداره. بله رو که گفتی آقا سید و شهدا ردیف میکنه. من دیگه ادامه ندادم به اون بگم آقا پول ندارم بخوام بیام، هزینه سفر ندارم بخوام بدم و بیام. چون بله اولی رو گفتم اقدام کردم برای گذرنامه، سه روز گذرنامه‌ام آماده شد. نفهمیدم از کجا تأمین شد پول گذرنامه، پول بلیط و اون بقیه مخارج. دادم، قرض کردم، دادم، ولی شنیدم و مطمئن هستم آقا سید و شهدا زیر بار دین هیچ کس نمیمونه، قطعا برام جبران. همت بکنید انشاءالله، مشرف بشید و از نزدیک ظاهر آقای محسن علیه السلام باشید. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا آقا جانمان امیر المؤمنین یعصوب الدین اسد الله الغالب مظهر العجائب علی ابن ابی طالب. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حاج آقای میرخلف‌زاده عزیز و بزرگوار، خسته نباشید و خدا قوت عرض می کنم خدمت شما همکاران محترمتون، همچنین پیشاپیش ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها را خدمت برادر بزرگوارشان آقا امام حسین علیه السلام، آقا قمر بنی هاشم، همه ائمه معصومین به ویژه آقا امام زمان عجل الله فرجه شریف و خدمت شما جناب آقای میرخلف‌زاده عزیز و بزرگوار و خدام شبکه جهانی آقا امام حسین تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. ممنونیم و همچنین خدا به شما جزای خیر بده. الحمدلله رب العالمین، صدای شما به کربلا رسیده. بفرمایید از طریق این شبکه خدمت آقا سید و شهدا عرض تبریک داشته باشید. آقا جانم شرمنده، کمتر تماس میگیرم اما یک لحظه برنامه سلام کربلا رو از دست نمیدم که بینندگان محترم در سراسر جهان بتونن تماس بگیرن و پشت خط نمونن. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا خیرتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی الحسین مظلوم شهید رشید قتیل الابرار و اصیل القربان. سلام من به حسین و به کربلای حسین، سلام من به حسین و به کربلای حسین، سلام من به ابوالفضل با وفای حسین، سلام من به هر آن کس که شد فدای حسین. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک قریب القربا، السلام علیک یا شهید الشهدا، السلام علی ساکن کربلا، السلام علیک یا سیدی یا مولا یا ابوالفضل العباس یا قمر بنی هاشم یا ساقی عطا شاه کربلا یا باب الحوائج یا کفیل الزینبین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین. السلام علیک و علی اختک الحورا زینب یا زینب کبرا یا بنت علی المرتضی یا جبل الصف یا ام المسائل. السلام علیک یا رقیه یا رقیه یا بنت حسین الشهید یا عزیزت الحسین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی یا صاحب الزمان یا خلیفت الرحمن یا شریک القرآن الامان الامان یا صاحب الزمان یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه یا رب الحجه به حق حجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. التماس دعا دارم. اللهم عجل لولی کالفرج، اللهم عجل لولی کالفرج، اللهم عجل لولی کالفرج. ناوزیاره ما در حرم مولا باشید،
تشکر و قدردانی میکنم از برنامه بسیار خوبتون. التماس دعا دارم. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. خدا نگهدار شما و همه شیعان مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب باشه. باز یادآوری خیلی زیبایی بود، حقیقتا نباید یادمون بره، حتما باید شکر خدا رو بکنیم که خدای تبارک و تعالی این نعمت ولایت آقا امیر المؤمنین و اولاد معصومشون علیهم السلام رو در اختیار ما گذاشته، نصیب و قسمتمون کرده، دینمون رو با این ولایت قبول کرده. الحمدلله رب العالمین. هیچ نعمتی بالاتر از نعمت ولایت نیست. وقتی که نعمت ولایت رو داشته باشیم، امنیتمون رو میتونیم تضمین بکنیم، سلامتیمون رو میتونیم تضمین بکنیم. شاید بپرسید به چه صورت؟ مطالعه بکنید، تحقیق بکنید، حتما به این موردها میرسید. نه فقط این دوتا، همه و همه مسائل زندگی، همه و همه چیزهایی که مورد نیاز هست برای دنیا و آخرتمون، حتما تحقیق بکنید. انشاءالله همگی حاجت روا باشید.